در میان جنگل‌های کامبوج در قرن 12 کلان شهری با بیش از 1,000,000 نفر پایتخت امپراتوری خمر بود که در دل خود معبد باشکوه انکوروات را جای داده است. این معبد نمایانگر دوران طلایی این تمدن است. تا انقلاب صنعتی هیچ شهری در جهان به این مقدار از جمعیت نرسیده و سبب آن را میتوان در حاصلخیز بودن منطقه یافت، چرا که در سالهای پرباران میتوان تا 3 بار برداشت محصول داشت. این معبد به خواست سوریا وارمان پادشاه خمر ساخته شد تا آرامگاه جاودانش باشد. در آیین هندو کوهستانی به نام میرو سکونتگاه خدایان است و این معبد با 7 برج خود الهام بخش این کوهستان اسطوره‌ای است. بلندترین برج این معبد 65 متر ارتفاع دارد و تمامی برج‌ها به شکل غنچه‌های نیلوفر آبی طراحی شده‌اند. انکوروات ابتدا معبدی هندو بود و به ویشنو خدای هندیان تقدیم شد، اما پس از ورود آیین بودا به معبد بوداییان بدل شد. بزرگترین چالش ساخت این سازه پرباران بودن منطقه بوده است، چرا که در عمق نچندان زیادی از سطح زمین سفره‌های آب زیرزمینی بیشماری وجود دارد و تجمع آب در زیر هر بنای مستحکمی میتواند منجر به ریزش آن شود. آنها برای حل این مشکل به دور معبد گودالی با عرض 200 متر و عمق 4 متر حفر کردند که بتواند آب‌های زیرزمینی را به خود جذب کند و از همین خاک‌های برداشته شده دیوارهای این معبد ساخته شد. همچنین در سرتاسر شهر انکور کانال‌های زیادی وجود داشت که از همین کانال‌ها برای جابجایی سنگ‌های معبد استفاده می‌شد. سرتاسر این محوطه همچون موزه‌ای است که تمامی اجزای آن به هنرمندانه ترین شکل ممکن ساخته شده است. تمامی مجسمه ها و نقش برجسته های باشکوه انکوروات با ابزاری ساده ساخته شده اند که شامل اساطیر هندو و بودا و همچنین سوریا وارمان می باشند. این معبد به 3 بخش تقسیم می شود. بخش اول جهان مردگان که در راه روی است که نقش برجسته های روی دیواران الهام بخش جهان مردگان است. بخش دوم جهان زندگان که در طبقه بالای آن قرار گرفته و بخش سوم در بلندترین ارتفاع قرار دارد و نماد بهشت آیین هندوست. در سال 1431 میلادی سربازان تایلندی به شهر انکور هجوم آوردند و آن را ویران کردند. ویرانه های شهر به حال خود رها شد و به تدریج گیاهان و درختان در اطراف شهر رویدند و آن را از نظرها پنهان ساختند. در سال 1850 یک مأمور فرانسوی به قصد میانبور هنگام سفر از این منطقه راه خود را از میان جنگل‌های متراکم و گرم سیری کامبوج کوتاه کرد. او در کمال حیرت با ویرانه‌های یک شهر باشکوه روبرو شد. طولی نکشید که باستان شناسان برای جستجو و بازسازی این شهر که به شهر معابد مشهور است از راه رسیدند. بیش از 100 معبد در طول بیش از 4 قرن در این جنگل از بین رفتند و هنوز جنگل‌های کامبوج اسرار نهفته زیادی را با خود به همراه دارد.